سر خط خبرها. دستور من بوده. اگه میخواهید محاکمه کنید، من محاکمه کنید. واکنش رئیس جمهوری ایران به تشکیل پرونده قضایی علیه وزیر ارتباطات. روحانی میگوید نمیتوانید کسی را برای افزایش پهنای باند محاکمه کنید. هشدار فرمانده ارتش اسرائیل درباره احیای برجام. ژنرال کوخاوی از تهیه طرح حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش 5% تلفات غیر نظامی در سال گذشته میلادی، نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. و نتیجه گسترده ترین نظرسنجی اقلیمی، 2/3 مردم جهان تغییرات آب و هوایی را بحرانی اضطراری می داند. سلام به شما، عصرتون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از سیاست‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد پهنای باند دفاع کرد. محمد جواد آذری جهرمی به خاطر خودداری از کاهش پهنای باند اینترنت بین‌المللی و پیام‌رسان‌های خارجی و مسدود نکردن اینستاگرام اخیراً به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. امروز آقای روحانی گفت پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیکی و مبارزه با فساد. او همینطور تاکید کرد که در شرایط کرونا فضای مجازی به تحصیل و اشتغال مردم کمک کرده. وزیر جوان ارتباطات ما و همچنین وزیر سابق کار بزرگی کردند. پهنای باند کار عظیم و افتخار هست برای کشور. کسی رو برای پهنای باند نمیتونن محاکمه کنن. دستور من بوده. اگه میخواهید محاکمه کنید، من محاکمه کنید. من خواهش میکنم از تمام قوا، از نیروهای مسلح، از مردم، از اونایی که با دولت خوب نیستن، اونایی که در رقابتن با دولت، اونایی که با دولت قهرن، خواهش میکنم در این 6 ماه باقی مانده کار دولت بذارید ما کار کنیم. بخشی از صحبت‌های حسن روحانی رو شنیدید. تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس با ماست. آقای رحمانی خوش آمدید. فکر می‌کنید آقای روحانی واقعا با چه اهدافی داره این حرفا رو می‌زنه؟ آیا واقعا موضوع فقط محدود به پهنای بانده؟ ببینید، فقط این نیست. اگر این که تو جلسات سران قوا هم قابل حل بود، ولی روحانی شده به سلام برای چوب دو سر طلا که از دو طرف می‌زنن و تقصیر خودش هم هست. ایشان همه سیاست های آقای خامنه ای اجرا میکنه. جناح طرفدار تر آقای خامنه ای مدام ایشان مقصر اصلی جلوه میده و مورد حمله قرار میده. از جمله این مسئله اینستاگرام، اونجا یه نکته هست. آیا آقای روحانی تا آخر پای این ایستادگی میره؟ و چون در جمهوری اسلامی رسم است که وزیر زندانی میکنن، معاون وزیر زندانی میکنن، ولی رئیس جمهور بهش کاری ندارن. آیا فقط یک نوع تیر هوایی شلیک کردن یا نه؟ اینو باید در آینده دید. ولی آقای روحانی معمولاً حامی خوبی برای حلباداران خودش نبوده است. اشاره هم کرد به اینکه بذارید دولت در 6 ماه آخرش کارشو بکنه. فکر میکنید این فشارها چرا در این آخر دولت افزایش پیدا کرده اگر کرده؟ ببینید، یه مثلا در نظر بگید. این پیام روحانی یه بخشش به خود حکومته، یه بخشش به جهانه، یعنی به آقای بایدنه. واقعیت این است که روحانی وقتی قفل کرد که آقای ترامپ از برجام اومد بیرون، یعنی تمام تخم مرغ‌های آقای روحانی تو روابط خارجی بود و آقای ترامپ به سلام ملت دولت حکومت ایران و مردم ایران را آشمز کرد. حالا الان آقای بایدن اومده، این جناحی که الان در جمهوری اسلامی آقای روحانی نماینده داشته، یه تیپی از لاریجانی تا کارگزاران، همه امیدشان اینه برای تو زری خور نشدن بیشتر یک امتیازاتی قرب حاضر باشه در گفتگو با ایران بده. آقای فهم روحانی چقدر در دوران آقای روحانی واقعا شاهد این مذاکره دوباره باشیم؟ فهم کنیم برسه این مذاکره اگر شکل بگیره در دوران آقای روحانی باشه؟
خب بحث همینه، بحث اینه که آقای روحانی به گونه ای میخواد این مذاکره در دوران خودش باشه و به گونه ای هم میخواد بگه ما هستیم در درون حکومت با این دیدگاه، پهنای بان، ارتباط با جهان، که بخشی از مردم ایران هم با این همراه هم، منتها نه با روحیه و روش آقای روحانی. خب این تلاشیه که جناح‌های حکومت میکنن. ببینید در دعوای پائزن و برادرش و ترامپ و بایدن همین بود، هر دو طرف میگفتن که چی، ما باید به اصطلاح بتوانیم یک شانسی داشته باشیم در تعامل با جهان، منتها اینکه کدام با کدام جناح کنار بیان یه بحث دیگه است. آیا باید دید آیا غرب هم این صدای آقای روحانی رو میشنود یا نمیشنود یا دیر عمل میکند، این هم هست. ولی واقعیت این است که این جناح برای ماندن در قدرت در یه حدی احتیاج به یک سری نفس کشیدن دارن، دارن نفس آقای این جناح کارگزار تا لاریجانی، یعنی راست چیز و جناح افراطی حکومت داره مدام گلوشان فشار میده، زمینه خوبی هم داره، همه سختی ها رو میاندازه این گردن روحانی. آیا روحانی میتواند بگوید آقا من مجری سیاست های آقای خامنه ای بودم؟ این مهمه الان. ممنونم از الان یک دعوایی تو رخکن نظام دیگه، مردم نیستن تو استادیوم نیست، چون آقای روحانی مردم از استادیوم بیرون کرد، هوادارهای خودش از استادیوم بیرون کرد و ناامید کرد. حالا تو رخکن نظام این دعواها هست و دوربینی که از خارج به این رخکن نگاه میکنه. ممنونم از توضیحات شما. تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. متشکرم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. به گزارش رسانه‌های ایران، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی، به 15 سال حبس محکوم شد. جرم او اخلال در نظام تولیدی و اقتصادی کشور از طریق دور زدن تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اعلام شده. آقای پوری حسینی حدود یک سال و نیم پیش بازداشت شده بود. پیشتر او دو دوره نماینده مجلس و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود. مجلس ایران به دنبال حذف مجازات زندان برای مهریه بیشتر از 5 سکه است. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته که کلیات این طرح هفته آینده بررسی می شود و به زودی به صحنه علنی ارسال خواهد شد. به گفته حسن نوروزی، از آنجا که قیمت سکه به بالای 10 میلیون تومان رسیده، افراد بدهکار مهریه توان پرداخت آن را ندارند. آقای نوروزی گفته بر اساس قانون فعلی بدهکاران مهریه بیشتر از 110 سکه به زندان نمی روند. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل قصد آمریکا برای بازگشت به برجام را اشتباه خوانده و از تهیه طرح‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده. ژنرال آویف کوخاوی با اشاره به اقدامات اخیر ایران برای افزایش فعالیت هسته‌ای و ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خود گفته که زمان لازم برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بسیار کمتر شده. همزمان وزیران خارجه اسرائیل، بحرین و امارات در نشستی مشترک خواهان هماهنگی در فشار بر دولت آمریکا درباره چکونگی بازگشت به برجام شدند. اخیراً دیدیم که در پی تغییر دولت در آمریکا، ایرانی‌ها اعلام کردند که می‌خواهند به توافق قبلی برگردند. من موضع خودم را می‌گویم، موضعی که با همه همتایانم در سراسر جهان که با آنها ملاقات کرده‌ام یکی است. بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 یا حتی توافقی مشابه که در مواردی بهبود یافته باشد، از نقطه نظر عملیاتی و استراتژیک بد و اشتباه است. سید فرانسمن، خبرنگار روزنامه جروزلم پست و تحلیلگر مسائل سیاسی از بیت المقدس با ماست. آقای فرانسمن، خوش آمدید. شما امروز همین مقاله درباره احتمال بازگشت آمریکا به برجام نوشتید. اینکه الان ما شاهد این هستیم که یک شخصیت نظامی و نه شخصیت سیاسی درباره طرح حمله به ایران میگه، این به چه معناست؟ من فکر نمی کنم طرحی برای حمله به ایران وجود داره، ولی اسرائیل به روشنی این رو نشون داده که یه خط قرمزهایی داره. خط قرمزهایی تا اونجایی که مثلا مربوط میشه به انتقال سلاح‌های خدایت شونده از طریق سوریه به حزب الله لبنان. در ارتباط برنامه‌های هسته‌ای ایران، بله، اسرائیل نگران سانتریفیوژهای جدید ایران هست، نگران هر گونه نشانه‌هایی که ایران نه فقط یک ابزار بلکه راه
راه‌های استفاده از سلاح‌های هسته‌ای داشته باشه، ولی موشک هم داشته باشه که سلاح‌ها رو بتونه این سلاح هسته‌ای روش سوار بکنه. بله، نگران کننده است. اسرائیل می‌خواد این پیام رو به ایران برسونه، به آمریکا برسونه و به متحدان دیگه که این حرکات ایران رو بسیار نگران کننده میبینه. مقام های ایران واکنش نشون دادن به صحبت های این رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و میگن که اسرائیل اگر جرأت کنه این حمله رو شروع بکنه نمیتونه اون رو تموم بکنه. فکر میکنی چقدر درسته واقعا این گفته؟ ما این لفاظی ها رو سال هاست که شنیدیم، وعده انتقام سخت، شعار انتقام بسیار تند. در نهایت ایران و اسرائیل بسیار به لحاظ جغرافیایی اصلا فاصله دارند. توانایی های ایران از لحاظ موشک، از لحاظ پهپاد، بله ایران سلاح هایی داره که میتونه به اسرائیل برسه. بله این موشک ها شاید بتونه 2000 کیلومتر برد داشته باشه، اما جنگ واقعا یه جنگ نامتقارن هست. اسرائیل اینو 30 سال پیش در زمان جنگ عراق دید اینجور موشک‌ها رو، ولی الان تکنولوژی خیلی بهتری داره که بتونه مقابله بکنه. به نظر من جنگ متعارف ما بین ایران و اسرائیل نخواهیم داشت، ولی اون چه که ایرانیان دارن میگن میخواد نشون بده که بله ما میتونیم جلوی اسرائیل بیستیم. این کاری که همه میکنن و اب نداره بذار بکنن. با توجه به اینکه تیم سیاست خارجی آمریکا خب الان عوض شده، فکر میکنید که اسرائیل واقعا چقدر اهرم فشار داره روی این تیم؟ اسرائیل دوستان خیلی نزدیکی در واشنگتن داره، حتی در دولت بایدن. برخی از مقامات دولت بایدن بسیار حرفه‌ای هستن، بعضیشون به اسرائیل هم نزدیک هستن، اصلا متعهد اسرائیل هستن و گفتن که در زمینه مسائل امنیت ملی به اسرائیل گوش میدن. این مهم هست، به نظرم به اسرائیل گوش خواهند داد، هماهنگی خواهند کرد با متحدان دیگه، خودشون در خلیج فارس هم گوش خواهند داد، ولی هدفشون در نهایت اینه که ثبات داشته باشن و با ایران دچار بحران نشن و امیدوار هستم که بتونیم این سیاست رو در پیش بگیریم و در نهایت اونچه که سال‌های آینده در منطقه می‌بینیم منطقه‌ای باشه سرشار از صلح و امنیت. ممنونم از شما سید فرانسمن، خبرنگار روزنامه جروسلم پست. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شمار غیر نظامی هایی که در سال گذشته میلادی کشته شدند حدود 5% بیشتر از آمار سال قبل بوده. در این مدت حدود 3000 غیر نظامی جان باختند. این گزارش میگوید رقم غیر نظامیانی که در حملات زخمی شدند در مقایسه با سال پیش از آن کاهش یافته. علی حسینی از کابل گزارش میده. در حملات سال گذشته میلادی، آنگونه که کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید، در هر شبانه روز به طور میانگین 8 غیر نظامی کشته و 15 غیر نظامی زخمی شدند. به گفته این کمیسیون، طالبان، نیروهای دولت و حامیان بین المللی آن، داعش، نیروهای مرزی پاکستان و گروه‌های ناشناس 5 دسته هستند که در تلفات غیر نظامی ها دست داشتند. آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که طی سال 2020 میلادی در مجموع 8500 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند، که از این میان 2958 تن جان باخته و 5542 تن دیگر زخمی شدند. این رقم در مقایسه با سال 2019 میلادی کاهش 21% را نشان می‌دهد. شمار تلفات افراد ملکی در سال 2019 میلادی در مجموع به 10772 تن می‌رسید که شامل 2817 تن کشته و 7955 تن زخمی بود. کمیسیون حقوق بشر میگوید که 1523 غیر نظامی در حملات طالبان، 386 نفر در عملیات نیروهای دولتی و بین المللی، 160 غیر نظامی به دست داعش، 857 نفر در حملات افراد ناشناس و 32 غیر نظامی نیز در پرتاب راکت نیروهای مرزی پاکستان کشته شدند. آمار ثبت شده در کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی 330 زن و 565 کودک جان باختند.
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر سال گذشته برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای سالی خونین خوانده شده و گفته شده که در رویدادهای گوناگون در ولایت‌های متفاوت 11 خبرنگار کشته، 17 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زخمی شدند. کمیسیون گفته بعید نیست رقم بیشتر از این باشد. گروه طالبان همواره دست داشتن در تلفات غیر نظامی ها را رد کرده. حکومت افغانستان برخی از موارد را پذیرفته و در عین حال گفته که سعی می کنند از تلفات غیر نظامی ها جلوگیری کنند. داعش اما همیشه به ویژه حملاتی با اهداف نرم که غیر نظامی ها هدف اصلی آن است را پذیرفته است. عوامل حملات مرگبار در افغانستان متفاوت است. هدف اما بسیاری از اوقات یکی است. غیر نظامی ها. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. کمتر از یک هفته بعد از احضار وزیر ارتباطات ایران به دادسرا به خاطر کم نکردن پهنای باند اینترنت، رئیس جمهوری در دفاع از او گفته که اگر قرار است کسی محاکمه شود خود اوست و نه وزیر. فرمانده ارتش اسرائیل ضمن هشدار درباره احیای برجام گفته که طرح‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران تهیه کرده. در ادامه این برنامه، نتایج امیدوارکننده گسترده‌ترین نظرسنجی اقلیمی. کاخ سفید میگوید که در گفتگوی تلفنی جو بایدن با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آمریکا به همتای روس خود درباره دخالت در انتخابات این کشور هشدار داده. گفته شده که آقای بایدن در این تماس تلفنی درباره تظاهرات اعتراضی در روسیه هم با او صحبت کرده. این نکات در خبر منتشر شده از سوی مسکو وجود نداشت. خب همونطور که میدونین ما درون اون مکالمه تلفنی نیستیم، بنابراین ما نمیدونیم که دقیقاً چه چیزی گفته شده. اون چیزی که ما میدونیم در واقع خلاصه ای از گفتگوهاست که دو طرف منتشر میکنن و بعد با در کنار هم گذاشتن اونها میشه یک تصویری تقریباً به دست آورد که دو طرف درباره چی صحبت کردن. یکی از چیزایی که دو طرف هر دو بهش اشاره کردن و مشخصه که حتما در موردش صحبت کردن اینه که قبول کردن که یکی از اون توافق‌های باقی مونده از منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بین دو کشور 5 سال دیگه تمدید بشه. این قراردادی که زمان آقای اوباما بسته شد، آقای ترامپ گفتگوهای اون رو نیمه کار رها کرد و قرار بودش در شروع ماه فوریه حدود 2 هفته دیگه این قرارداد دیگه تمدید نشه و حالا خب به نظر میرسه که این دو رئیس جمهوری توافق کردن که اون رو برای 5 سال دیگه ادامه بدن. اما نکاتی هستش که در بیانیه کاخ سفید اومده، در بیانیه روزها نیومده. مثلا اینکه کاخ سفید میگه که آقای بایدن رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که مسئله حقوق بشر براشون مهمه، از جمله اشاره کرده به الکسی ناوالنی که مسموم شده بود، از روسیه بیرون اومده بود برای درمان و بعد دوباره برگشته و حال بازداشت شده، به تظاهراتی که بعد از اون در روسیه داره انجام میشه به اونها اشاره کرده، در مورد اونها صحبت کرده و مهمتر از اون درباره این که توی انتخابات آمریکا نباید دخالت بکنی، گویا آقای بایدن متهم کرده بود همتای روس خودش رو که در دو انتخابات 2016 و 2020 روسیه دخالت کرده و همینطور گفته که در مورد حملات سایبری روسیه باید مراقب خودش باشه و دیگه از این کارها نکنه. مهمترین اونها یک حمله‌ایه که آمریکایی‌ها میگن از جانب روسیه تدارک دیده شده و هدف اون یک نیروگاه برق خورشیدی در آمریکا بوده. در این موارد آمریکا گفته که با پوتین خیلی جدی صحبت کردن. از اون طرف هم روزها گفتن که در بیانیهشون گفتن که خیلی گفتگوی صادقانه ای بوده و هر دو طرف آماده هستن برای اینکه روابط بین دو کشور رو بهبود ببخشن. توضیحات همکارم سامه فرزانه رو از واشنگتن شنیدید درباره گفتگوی تلفنی جو بایدن و ولادیمیر پوتین. تلفات کرونا در بریتانیا از 100 هزار نفر گذشت. این بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس در اروپا است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته که مسئولیت کامل اقدامات دولت را میپذیرد. دیروز در این کشور بیش از 1600 نفر طی یک شبانه روز جانشان را بر سر ابتلا به کرونا از دست دادند. گزارشی ببینیم از لورا کونزبرگ.
اول ناموس عجیب و ترسناکی به صدا در آمد. حالا 4 نفر در بریتانیا جونشون رو به خاطر کرونا از دست دادن. و بعد ریتم وحشتناک و آشنا. 751 نفر. 5300 نفر. تا حالا 39728 نفر جونشون رو از دست دادن. آهنگ بحرانی که حالا حدود 1 سال است نواخته می شود و اوج ترسناکش تا امروز ادامه دارد. I'm sorry to have to tell you. متاسفانه باید به اطلاع برسونم امروز شماره کسانی که به علت کرونا جان باختند از 100,000 نفر گذشت و محاسبه اندوهی که در این آمار دلخراش هست خیلی سخته. یک سوم کسانی که قربانی ویروس شدند از میان آسیب پذیرترین و مسنترین افراد جامعه هستند، در خانه سالمندان و جدا از جامعه. دوبار بیماران مبتلا به کرونا بدون آزمایش به خانه سالمندان تای ایلماز آمدند و بدترین اتفاق را رقم زدند. 7 سالمند در یک هفته جان باختند. این افراد فقط عدد و رقم نیستند، مثل خانواده ما هستند. ازشون مراقبت میکنیم. ببخشید من احساساتی میشم، اما واقعا ناراحت کننده است. برای خودتون شخصا چطور بود؟ دست روی دست گذاشتن گزینه نیست. ما با جون مردم طرفیم. هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم. بی خیال نمیشیم. و هزینه تعطیلی عمومی برای کند کردن میزان شیوع باعث رکورد شکنی در بدترین چیزها شده. آنا یکی از میلیون ها نفری بود که به مرخصی اجباری با حمایت مالی رفت. بعد بازخرید شد و حالا دنبال کار است. بعضی اوقات در رقابت با 200 نفر دیگر. ترسناک بود. یه شبه از عرش به فرش افتادم. سال پیش این موقع احتمالاً داشتیم برنامه می‌ریختیم تعطیلات کجا بریم. اما حالا از ترس قبض می‌ترسم که شفاش رو روشن کنم. زمان خیلی دلهره آوریه. تمام زمان و تمرکز دولت وقف همه‌گیری شده. اما درباره امکانات کافی، آزمایش کرونا و قرنطینه، وزرا دائما متهم شدند که از اول کند عمل کردند. احساس قوی وجود داره که دولت ما در هر مرحله از شیب بیماری عقب بوده. یک بیمیلی وجود داره نسبت به گرفتن تصمیمات سخت وقتی که نیازه. هیچ دولتی با مشکل اینچنینی تا به حال دست و پنجه نرم نکرده. امیدهای دولت خوشبینانه بود، اما تلخ‌ترین اتفاقات رقم خورد. آقای نخست وزیر، در اوایل امید دولت به محدود نگه داشتن تلفات تا 20,000 نفر بود، اما حالا 5 برابر اونه. چه اشتباهی پیش اومده؟ برای هر جانی که از دست رفت عمیقاً متاسفم. به عنوان نخست وزیر مسئولیت کامل هر کاری رو که دولت کرده میپذیرم. چیزی که میتونم به شما بگم اینه که واقعاً هر کاری از دستمون برمیومد انجام دادیم و به این کار ادامه میدیم تا شمار جان باختگان به حداقل برسه و رنج مردم در این برهه دشوار کم بشه، در بحرانی بسیار بسیار سخت برای کشورمون. نشست‌های خبری روزانه، اعلام آمار جانباختگان به یک امر روزمره وحشتناک بدل شده. اما حالا در این روزهای تاریک به نحوه مدیریت دولت و سبک زندگی ما به زحمت بشود گفت عادی است. اصلاً عادی نیست. لورا کینزبرگ، BBC نیوز، وستمینستر. نگاه کنیم به دو خبر کوتاه. در دهلی، پایتخت هند، پلیس بیش از 200 نفر را در ارتباط با اعتراض‌های دیروز کشاورزان بازداشت کرد. بیش از 300 مأمور پلیس در این درگیری‌ها مجروح شدند. یک کشاورز هم کشته شد. پلیس مرگ او را حادثه خوانده. دیروز در دهلی صدها هزار کشاورز در اعتراض به قوانین کشاورزی به خیابان‌ها آمدند. آنها معتقدند که قوانین تازه به نفع خریداران بزرگ بخش خصوصی است، اما دولت می‌گوید که به نفع کشاورزان است. همزمان با روز جهانی یادبود هولوکاست، شماری از رهبران یهودیان برخورد دولت چین با مسلمانان اویغور را محکوم کردند. آنها مشابهت‌های برخورد آلمان نازی با یهودیان و برخورد دولت چین با اویغورها را یادآوری کردند. چین به نسل‌کشی اقلیت مسلمان اویغور متهم شده، اتهامی که خودش رد می‌کند. یک نظرسنجی جهانی نشان می‌دهد که اکثر مردم دنیا از بحران تغییرات اقلیمی نگرانند و آن را مسئله اضطراری می‌بینند که نیازمند چاره‌اندیشی فوری است. بر این اساس دو سوم جمعیت جهان از اقدامات عاجل مثل توسعه انرژی‌های پاک، محافظت از منابع طبیعی، کشاورزی پایدار و افزایش کسب و کارهای سازگار با محیط زیست حمایت می‌کنند. این نظرسنجی را سازمان ملل متحد و دانشگاه آکسفورد با هم انجام دادند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
برای مردم و سیاستمدارانی که دغدغه نجات کره زمین و طبیعت را دارند، خبر دلگرم کننده است. دو سوم مردم دنیا مثل آنها فکر می‌کنند و اوضاع اقلیمی را اضطراری می‌بینند. این یافته اصلی نظرسنجی سازمان ملل از بیش از 1 میلیون نفر در 50 کشور مختلف است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که نه تنها مردم از وجود تغییرات اقلیمی با خبر هستند و نه تنها معتقدند که باید برای مقابله با آن کاری کرد، بلکه فکر می‌کنند این وضعیت اضطراری جهانی است. همینطور هم هست. و ما وضعیت وخیم کره زمین را در همه نقاط این سیاره آبی و خاکی می‌بینیم. یعنی نگرانی از خطر گرمتر شدن کره زمین و بحران تغییرات اقلیمی محدود به مهم بودن محیط زیست در یک شهر و روستا یا کشور نیست. مردم اغلب می‌دانند سیاره‌ای که بر روی آن زندگی می‌کنند یک مجموعه است. مجموعه‌ای که در رنج است. آب شدن یخ‌های قطبی و سیل‌های مکرری که بعد از طوفان‌های مهیب رخ می‌دهند، در کنار آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی از یک طرف و خشکسالی و قحطی از طرف دیگر، مردم را نگران کرده. اکثر مردم دنیا خواستار اقدامات فوری برای محافظت از این کره خاکی و آبی هستند. با وجود آنکه خطر فوری امروز در دنیا بحران بیماری کرونا است، این مانع از آن نشده که مردم خطر بیماری دیگری را نبینند که کره زمین به آن مبتلا است. طبیعتاً دولت‌ها اولویت را به درستی به مقابله با ویروس کرونا دادند، اما سایه آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و سیل‌های متعدد و دیگر فجایع طبیعی بر سر همه ما سنگینی می‌کند و دولت‌ها باید برای هر دو موضوع چاره‌اندیشی کنند و بهترین راه برای این کار که این روزها حرف آن زیاد است، احیای اقتصاد با الگوهای سبز و سازگار با محیط زیست است. و اینجاست که میتوان وارد ریز یافته‌های نظرسنجی سازمان ملل شد. در کشورهایی که با سوخت‌های فسیلی خود بیشترین آلایندگی را ایجاد می‌کنند، اکثر مردم طرفدار انرژی‌های پاک و سبز هستند. در کشورهایی که شاهد بیشترین میزان تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی طبیعی‌اند، مردم خواهان ایجاد مناطق حفاظت شده هستند. تحلیلگران این نظرسنجی متوجه شدند که هرچه مردم باسوادتر باشند، از بحران تغییرات اقلیمی بیشتر نگرانند. آنقدر که تحصیلات و سواد تعیین کننده است، سن و جنس تعیین کننده نیست. ولی به هر حال آنهایی که سن پایین‌تری دارند، بیشتر نگران طبیعت و آینده کره زمین هستند. این نسلی است که برای واداشتن سیاستمداران به چاره‌اندیشی، بیشترین حضور خیابانی را در جهان داشته. وقتی این جمعیت به سن قانونی و رأی دادن برسد، نجات کره زمین از سوداگری و تخریب قابل چشم پوشی نخواهد بود. سیاوش اردلان، بی بی سی. ممنونم از اینکه تماشاگر تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.